فرماندهی عملیات عراق از آغاز عملیات امنیتی سنگینی در مناطق غرب بغداد علیه تروریست ها خبر داد. به گزارش شیعه ویوز، فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه ای اعلام کرد فرماندهی عملیات بغداد، سامرا و الانبار با مشارکت نیروهای مردمی در الانبار و سامرا و با پشتیبانی جنگنده های ارتش و نیروهای هوایی عملیات امنیتی مشترک گسترده ای را در مناطق غرب بغداد و جزیره الکرمه و شرق دریاچه از سرسار آغاز کردند. در این بیانیه آمده است در این عملیات تیپ دوم و هفتم و 27 در بخش عملیاتی شرق الانبار شرکت کردند. این عملیات با هدف جستجوی مناطق از سرسار و جزیره الکرمه برای پیدا کردن عناصر تروریستی، سلاح، مهمات و تصرف آنها و دستگیری افراد تحت تعقیب صورت گرفته است. گفتنی است در پی افزایش تحرکات عناصر تروریستی در برخی استانهایی از جمله دیاله، کرکوک، صلاح الدین، الانبار و بابل، نیروهای مسلح عراق نیز بر شدت عملیات خود علیه بقایای گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور افزوده و در طول 2 هفته اخیر شمار زیادی از سرکردگان آنها از جمله سرکرده ارشد داعش در عراق موسوم به جانشین خلیفه و والی عراق و یک سرکرده دیگر موسوم به فرمانده جنوب عراق در این گروه به همراه تعدادی از تروریست های طرح انفجار تروریستی اخیر میدان طیران بغداد را به هلاکت رسانده و شماری را بازداشت و مقرها و مخفیگاه های آنها را منهدم کردند که این عملیات همچنان ادامه دارد.